پیاده نمیشم، برو با هم دیگه دور بزنیم ببینیم تهران چه خبر. کلی توریست ها و مسافرهای خارجی با ایشون عکس گرفتن، سلفی گرفتن، فیلم ازش ثبت کردن، بردن به بلاد خودشون که بگن در تهران راننده های تاکسی اینجوری وجود داره. کسی که اینجا نشسته و مثل دستگلی که برای ما آورده خودش هم دستگل هست، جناب آقای دهباشی نازنینه. آقای دهباشی سلام عرض کردم. سلام از زنده است. باشی زاد الان. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید خواهش می‌کنم. بشینم اینجا و ببینم این آقای دهباشیمون چرا انقدر گله. خوش آمدید. ممنون. من سلام و روز بخیر دارم خدمت شما، موجه توانمند و خوشتیپ عزیز صدا و سیما و همینطور بینندگان عزیزی که این برنامه خوب شما رو میبینن. با آرزوی بهترین ها رو برای همه شون دارم. سعادت و خوشبختی و موفقیت و عاقبت بخیر آرامش در خدمتتون. عزیز دل منی خیلی لطف کردین. بذارید از این دفترچه ها شروع بکنم. اینا رو مسافرهایی که خیلی کیف میکنن در تاکسی آقای دهباشی براش یادداشت میذارن. چند جلد از این دفترچه ها داریم؟ 48 موجود، 3 تاشو بردن امریکا برای راننده های تاکسی لس آنجلس سال 75 خودمون. خب. راه و رسم زندگی پشت فرمان تاکسی با ریلکسیشن، در واقع آرامش. ریلکسیشن آرامش. یکیشو بخونیم ببینیم چی نوشته. امروز در راه دانشگاه تهران سوار ماشینش شدم و یک دنیا انرژی مثبت گرفتم و خدا را شاکرم به خاطر این روز فوق‌العاده در کنار شما. امروز در واقع دانشجوی دانشگاه سیار تهران بودم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. پاینده باشید. مهناز حسینزاده 2/10/97، یعنی همین 20 روز پیش این جدیده. ولی سوار تاکسی شما بودن. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ما، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. خوش خطم نوشتن. شما خیلی آدم عجیبی هستی نه؟ تقریبا فکر میکنم استثنایی میگن، بی نظیر میگن، عجیب میگن و خیلی سوار ماشین هم میشن یا تعجب میکنن یا دنبال دوربین مخفی میگردن یا دوربین مخفی میبینن. بله. چرا این کارو میکنید؟ برای اینکه اونایی که زندگی رو باختن و به قول خودشون از زندگی سیر شدن و امید به آینده ندارن، میتونم بهشون میگم که شما میتونید حتی با یه شغل شاق و طاقت فرسایی که من دارم زندگی بکنید و با آرامش. زندگی که آرامش نداشته باشه، هر چم که داشته باشیم فایده نداره. منم قبلا اینجوری نبودم، ولی 40 سال پیش تصمیم گرفتم با یه دونه کاغذ آچار خلاصه راه خوب زندگی کردن رو پیدا کردم. الانم هر کی بخواد در کاغذ آچار دکتری من گفت پشت فرمان نباید بشینی. من گفتم آقای دکتر باید بشینم و خوبم بشینم. اومد برای من نسخه پیچه. من پولی ویزیت اون موقع 5 تومن بود 40 سال پیش. 5 تومنشو دادم. 5 تک تومن. 5 تک تومن. الان 5 تومنه ولی 5 تا 10000 تومن. 10000 تومن شدم بیشتر. بعد من گفتم که خودم باید نسخه خودم رو برای خودم بپیچم. اومدم خونه یه دونه کاغذ آچار برداشتم. ضعف و حسنا و قوت اومد روی کاغذ. رو ضعف و کار به حسنا اضافه. الان حدود 40 ساله که با این آرامشی که دارم، با این روحیه‌ای که دارم تیه طریق میکنم و هدیه میدم به مسافرای عزیز این آرامش و مهربونی. و میدونید من در موردشون میدونم که شبها میشینن کارنامه روزانه‌شون رو بررسی میکنن و این یه دستور دینی هم هست. ها میفرماید که حاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی به حساب کتاب خودتون برسین قبل از اینکه به حساب کتابتون رسیدگی بشود. واقعا این کارو میکنه یا شوخی؟ هر شب میشی فکر میکنه. من هر چی به شما میگم جز حقیقت هیچی دیگه نیست. از شما همین هم برازنده است. پیرمرد و پیرزن و از تو به دست و بچه به بغلم تا در خونش نرسونم ول نمیکنم. و در روز چند بار البته اونو میگن سوء استفاده میشه، میگن اینو حسن استفاده است. امکان نداره من کاری از دستم بر بیاد برای هم نوع خودم انجام ندم. و شبا هر مثلا مسافر مجانی داشته باشم یا مسافر داشته باشم مسیر رو بلد نیست، سوار کردم اینجا اونجا پیادهش کردم، ازش پذیرایی کردم، پول نگرفتم، اون شب دیگه واقعا شب بهترین شب روز من میتونه. رو اسم خودتون علاوه میذارین اون شبا؟ علاوه رو ستاره رو همیشه دارم در واقع. خب ولی هیچ موقع به اصطلاح ضرب در نمیدونم اینو من منفی نداشتم. از اون بعضی مسافرا چرا پول نمیگیرین؟ یا کیفشون هم راشون نیست، یا پول خورد ندارن، یا فرض بفرمید که یادشون میرسنن، نه زنگ نه بوق میزنن نه صداش میکنن. پیاده میشه تو فکر خودش شما هم بوق فکر میکنم خیلی ما صمیمی هستیم، دست دادیم، روز بخیر گفتیم، پذیرایی کردیم، آقای پشتی بهش گفتیم، خانم محترم
تخفیف دانشجویی، مثلا یه دختر خانمی که 80 سالشه 70 سالشه من تخفیف دانشجویی بهش میدم، این دیگه اصلا یادش میره پول بده دیگه، فکر میکنه فامیلیم دوست ماشینم خداحافظ خداحافظ. شنیدم آره مسافر که سوار میشه شما بلافاصله تحلیل میکنی، مثلا میگی سلام دختر خانم، سلام آقای دکتر، چه جوری فرمولاشو به ما بگی؟ ببینید از طرز برخوردشون لباسشون که تنشون است، مهندس دارم، دکتر دارم، استاد دانشگاه دارم دیگه، رشته من خودم دانشجو میدونم، تاکسی رو برای خودم دانشگاه، همه مسافر رو برای خودم استاد دانشگاه، درست؟ چند تا شغلم به من پیشنهاد کرد، گفتم من این دانشگاه رو بل نمیکنم، چون میخوام از همه رشته قشر جامعه من استاد داشته باشم دیگه، استاد دانشگاه. و اینه که خیلی چیزا یاد گرفتم، چهره شناسی، جمال شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی رشتم بوده. با یه سلام واقعا تو تاکسی میشه رسید به اینا؟ چرا که نه، چرا که نه، روزانه ده ها نفر با اندیشه های مختلف سوار میشن، خیلی عجیبه. حداقل 50 60 تا مسافر من دارم، دقیقا میدونم در روز چند تا مسافر من بوش شدن، چون امکان نداره یکشون بدون پذیرایی بره. بعد که پذیرایی میشن، خب اینه پذیرایی، دو تا بسته پر دارم، بعد خالی بشه صندوق دارم پرش میکنم. فرض یه دفعه شمردم دیدم دو تا اینه 60 داشت، وقتی که تمام میشه میدونم 60 نفر یه نفر سوار ماشین شدن. دقیقاً یعنی عین روز همه مسافر، یعنی یه جوری کنترم هست دیگه، دیگه. همه مسافرای شکلات بر کم بر نداره، میگم امکان نداره، بر نداره پیادت نمیکنه، برش دار میخوری، هیچ اتفاقی هم نمیفته. به اونجا جلداش اونجا هست گذاشتم برای قرعه کشی، میگم شاید برنده ماکسیمم بشن. حالا میگم چه که بعد این آخه از سود شما کم نمیکنه روزانه مثلا نیم ساعت برم همینو جبران دیگه. نیم ساعت بیشتر من مثلا. در روز حداقل 8 ساعت پشت فرمان هستم بدون اینکه خسته بشم، نه استرس، نه دلهوره، نه دلشوره، آرامش همیشه هست. کاری که انجام میشه تو هم با انگیزه و هدف، این انرژی مثبتی که هدیه میدم به مسافرم، کائنات یه خودشو برمیگردونه به خودم، همه‌شو ان شاءالله برگردونه. 1300 و چندیم؟ 22 هستم، ولی کاری به شناسنامه ندارم، شنیدم اون یه بر کاغذ دو عدد آره رو رقم فقط یه عدد هزار... حالا بسید یه بار عددش رو حساب کنید. 1322 منحصر 75 داد و پنج سال نه البته که قربونت برم، بابت این گلم خیلی ممنونم، شما خودتون گلین محبت کردین. اون دستگل نمیام دیگه قربان عزیز من، این قربون شما. نگفتی نمونه بخش، این از اتریش برام اومده ها، دامادم از اتریش برام سفارش کردن، تولدم بود دیروز آوردن. من دیروز تولدتون بود؟ 22 دیروز میشد دیگه. آقا بزن دست خشنگ رو، دیروز هم تولدش. یکی دیگه هم از اتریش، اون دخترم از سوئد، اون یکی دخترم فرستاده، ولی چون خیلی بزرگ بود که نتونستم بذارم تو ماشین، ولی اون بزرگه. قربون شما برم، زنده باشه، ما حتما یه هدیه تولد تقدیم شما میکنیم. قربون شما برم، زنده باشه. نه من خوبه، یه ساعت مچی خوشگل مثلا. ممنونم، قربون شما برم، چشم، تقدیم میکنیم. فدای شما. آقای دهباشی، حالا شاید توی 75 سالگی مثلا بگن که اصلا نباید دادم کار بکنه زیاد، نه خیلی توقعشون اینه دیگه، میگن باید در آرامش باشه، بازنشسته بشه و این حرفا. این روحیه‌ای که شما رو به کار مشغول میکنه نیاز مالیه یا صرفا به خاطر همون علایق خودتونه، چیه؟ به هر حال نیاز مالی به اون صورت، نه اینکه بگم حتما باید این باشه، نیاز مالی که هست دیگه، نمیشه که نیاز مالی نباشه. طبیعیه که یه بخشی، طبیعیه یه بخشی دیگه اش. آخه الان گفتید پسرم اتریشی اینا، گفتم حتما تو دختر دارم اونجا، یه پسر گل داشتم، ایشون رفتن پیش خدا با اهدای قلب سال 83. علی آقا شما به ایشون علی آقا بودید؟ علی جون من بود، علی جون من بود. آقا ایشون زمانی که این پسر آخر الکترونیک زنده بود و مهندس الکترونیک شده بانک پیوند اعضا، همه اعضا شدادین؟ دیر شده بود، ولی بانگ پیوند از دار قلبش رو برداشت، برای سه نفرم استفاده کرد قلب رو، دریچه میترال، دریچه آورد، دریچه میترالش رو آورد، رگای کرونا نیاز داشت، به سه نفر پیوند زده شد. چرا آقا پسر گلتون؟ تصادف دوستیشون با رنوی 5 جلوی استادیوم آزادی، بی احتیاطی آقای راننده ایشون هم بغل دست نشسته بود. آخه بعد گرفتیم عکسو گرج جان، آخه خدا صبر بده، خیلی کار است. چند سالگی تصادف؟ 22 سالگی، سال آخر الکترونیک، مهندسی کامپیوتر. ایمان داشتن خیلی خوبه، تقصیر من اینا به این صورت تعبیر کردم که علی جون من پاک بود، یک مسکال حق و ناز کردنش نبود، خدا وکیل کارهایی که انجام میکرد یک شو بگم شما یکشن زمینه نبود. گفتم علی جان خوش به حالت، داری میری مسافرت، راه دور بر نمیگردی، من میام پیشت. دانشگاهی اومده بودن، استادای دانشگاه اومده بودن، ورزشکارا اومدم، گفتم بچا از این که اومدین برای عروسی پسر من بدون دعوت ممنونتون، قدم رنجه فرمودین، نه اشکی ریختم سر مزار نه گریه کردم. بعد گفتم علی جون من داره میره مسافرت و شما ان شاءالله هیچ موقع از این عروسی ها نداشته باشی، ان شاءالله که من در شادیاتون، عروسی خوبتون شرکت، عروسیاتون زمینی باشه، زمینی باشه. و
درود به ایمان شما. یه جای یه جمله ای ازشون خوندم تو این نوشته ها، خیلی تعبیر عجیبیه. گفت بود باد بادک رو با نخ ببندی. بذار خودشون بگن اون ماجرا رو، بگید یه بار دیگه جلو دوربین. ادامه بدید شما. نه شما بگید، قشنگ از زبون شما. گفت اگه نخ ببندی شاید تا مثلا یک کیلومتر بره و بعد پارش نخ و دیگه باد بادک بره برای خودش، ولی اگه با یه تناب محکم ببندی کیلومترها میره و باز میتونی برش گردونی جمع کنی. میگفت اون نخ یا تناب شدت ایمانته، ایمان چقدر زیاده یا اینکه کمه، تا یک کیلومتر برد داره یا ده ها کیلومتر. خیلی تعبیر قشنگی. زنده باشه. یکی علی آقاست که برای من خیلی برهه مهم و متفاوتی از زندگیتون بود، و یکی هم گفته بود این خانمم خیلی مؤثر بوده در این که من یک آدم خوش اخلاق بشم. چرا؟ دلیلش بد اخلاقی اون بود یه خورده. بعد عرض میکنم خدمتتون دیگه بد اخلاقی خانم با شما خوش اخلاق، مخصوصا از وقتی که علی جنما اینجوری شد. من حقو به ایشون میدم البته. خب منتها من راهشو پیدا کردم دیگه، با گذشت ایثار و صبر و شکیبایی و سکوت و خردمندی و بردباری خویشتنداری حسابی با ایشون کنار میام و خیلی صمیمی هم هستیم باشون. خب الان ناراحت نشن شما، گفتیم بد اخلاقه. که حقیقتو میگیم ایشون نباید ناراحت بشن، خودش اولا میدونم میخنده حسابی. ای به حرفای شما خیلی هم اهل کمک به منزلین. امکان نداره بدون دستور. بعد از 8-9 سال رانندگی رسیدم خونه، اولا که ایشون لط میکنن ناهار رو میذارن روی میز میکروفون، میز ناهارخوری میکروفون اونجا از گرمش کن بخور. میگم چشم، ایشون خوابیدن استراحت میکنن، من دارم حتی یواش باز میکنم که ایشون بیدار نشن اذیت نشن دیگه. بعد از اونم خودم آماده میکنم برای ظرف شستن، تیک کشیدن، شیشه پاک کردن، سفره رو بیار پارچه و چای واقعا بدون دستور ظرفا رو میشورین، تی میکنین، الان زنگ میزنین با خودش صحبت کنین صدایش هم پخش بشه. دقیقاً موبایلتون اینجاست؟ موبایلم اینجاست. بگیرین خانمش رو ببینین. خانمش صحبتی بود. آره بعضی وقت عکسش، آها عکسای داخل تاکسی شونه، اینا رو آنتن هم نشون بدین. عکسایی که از داخل رو آیفون بذارین. بله چش. گرفتین؟ الان میگیرم. آره عرض کردم توی شهرمون اتفاقای کوچولو کوچولویی که پر از مهربانی و عشق و خوش اخلاقیه چقدر شهر رو میتونه جذابش بکنه، چقدر خوش رنگش بکنه. خودشون فرمودن من زنگ بزنم، ما به من خورده نگیرین که گفتین زنگ بزنم. سلام با آقای رشید پور، شما با شما کار دارم. بفرمایید. چرا اصلا؟ سلام خانم. سلام آقای رشید پور، حالتون چطوره؟ ممنونم پسرم، قربونتون برم. شما خوبی؟ ان شاء الله موفق باشین در تمام مراحل زندگیتون. عزیز منین، شما چه همسر نازنین و مهربان و فوق العاده است این آقا. ممنون، نظر لطفتونه آقای رشیدپور. زنده باشی. من سال 49 دیپلم گرفتم. خب دانشگاه شرکت کردم، پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم. بارکلا. عاشق آقای دیباشی شدم. ده سال سن گذاشتم کنار، این اشتباه زندگی من بود. البته نه ازدواج با آقای دیباشی، این که درسم رو ادامه ندادم. آخه. و همیشه فکر میکنم اگر پزشک شده بودم و خوشبختی، احساس خوشبختی نمی کردم تو زندگی، ارزشی نداشت. ولی خدای من شاهده، ابراهیم شاید بگم بهترین مرد دنیاست، پاکترین مرد دنیاست، مردی که تو زندگیش یک ریال حروم نیومده، مردی که غیبت نمی کنه. 50 سال ما با هم آقای رشیدپور ازدواج کردیم، اسمی یعنی حرف بد از دهن این مرد نشنیدم. شما فکر بکنین اختلاف بین زن و شوهر همیشه هست. بله. یعنی اجتناب ناپذیره. بله. ولی خدا شاهده بد دهنی نکرده. تبست دیگه. هرچی در آمد داشته در اختیار من گذاشته. میگم آقای ده باشی شما چرا این کاری میکنی؟ میگه توی خونه خرج میشه، یا اینکه میبخشی. و موقعی که میبخشی میدونم کجا میبخشی، موقعی که خرج میکنی تو این خونه است. چقدر قشنگ. و این نعمت خوبیه. و خدا خواست زندگی من خراب شد. علی آقا رو میگین؟ فقط علی من. آخه 3 تا داماد گل دارم، 3 تاشون یکیشون 2 تا دکترا داره، یکیشون فوق دکترا داره، یکیشون 1 دکترا داره، 1 فوق لیسانس داره. پسرای مؤدب تحصیل کرده. ولی قصه علی آقا رو دارین همین. ولی داغ علی به سینه من.
بگو راجب کارای خونه دیگه، اینا رو ولش کن، کار خونه انجام میده یا نه؟ همین آقای دهباشی میگن که حالا ولش کنم. آقای رشید چون دلم میگن حقیقته. تنها کاری که من میکنم آشپزی میکنم. خب اگر اینم بذارم کنار دیگه به درد نخور میشه. دور از جونتون خانم، شما انقدر زیبا صحبت میکنی، انقدر کلامتون پرمغزه، اصلا دکترای انسانیت دارین، دکترایی که فقط پزشکی نیسته، شما انسان شریفی هستی، بهتون افتخار میکنیم خانم. من فامیلیتون رو نمیدونم. دهباشی خانم. دهباشی خانم. دهباشی بگم کیایی هست خانم. کیایی بذار به اسم خودشون بگم. خانم کیایی. خانم کیایی خیلی خیلی ممنونم. خواهش میکنم. چی حرفی نداریم با آقای دهباشی؟ چیزی نخرن سر راه. مادرانه روی ماهتو میبوسم پسر. فدای شما بشم زن. من دست شما رو میبوسم مادر عزیزم. اینجا داخل استودیو بچه ها میخوام برای شما دست بزنن، یه لحظه گوش کنیم بعد قطع کنیم. مادر قربونت برم، خدا حافظت باشه، زنده باشی، زنده باشی، خدا حافظ. یعنی گوشی های کجا قطع میشه؟ چخ ممنون، چخ ممنون سنه. یا شسته باش، سدالانم آقا، زندگی های اینجوری آدم جون میده براش دیگه، آدم دلش اصلا قنج میره وقتی که اینجوری. چند سال ازدواج کردین؟ 50 سال دیگه، اونم تا 49 ساله. آها، یعنی با تاکسی هم زمان بوده. سوار شدن دیگه، پیاده نشدن دیگه. من اشتباه کردم، گفتم دوستت دارم، بزرگترین اشتباه من این بود، ولی خوشحالم از این بابتم. خدا ان شاء الله که 100 سال عمر بده، دوام بده. ببین استاد، البته 100 سال کم نیست، ولی من 120 خواستم، برای اینکه برای این روی 100 تا کم، اونم 75 تا اشاره میره دیگه. خدا 200 هم کم شما با این انرژی خیلی خوب. البته با عزت باشه، اگر نه فردا تموم به این صورت. با عزت باشه، همین خواستم همیشه. بله شما عزیزی. یکی دو تا سوال کوچولو هم بکنم بعد دیگه اذیتت نکنم. زبان خارجی واقعا بلدی؟ 10 ترم زبان انگلیسی رو خوندم، 3 ماه آلمان بودم، آلمانی رو اونجا یاد گرفتم. اینا فرانسه برام نوشته، اینا انگلیسی برام نوشته، اینا استاد دانشگاه نوشته. برای خودت یه کوچولو مطالعه کن، سوالات در خدمت. خب شما یه ذره آلمانی برامون صحبت کن. من فقط ایشلی بدیش بلدم. دنگیشن فیتیزن فدیزن زیرگود ایشلی با اولم داریم، فقط ایشلی به دیش نداریم که همه رو دوست داره میشه ایشلی به اول. بعد چوز هافدیزن مال آلمانی دیگه، ماین گوت، خدا مای گادشون مای گوت. بله. So you are welcome and thank you very much. Have a nice time in this night. It's a lovely day. I wish you all the best. Oh, dear, my good-looking man, good luck. I hope to see you again. Don't forget me. I never forget you. Bye and goodbye. برای مسافرام. من با اکثرم با مسافرام. برای که یادم نره، هر که بلد باشه. ترکیه هم که ازم کتن گل میشن، ولی چفتن گل میشن. کلمات جمله ها همه گرامری و تلفظ همه درست. ده ترم انگلیسی رفتیم. ترم ده بودم، انقلاب شد، کلاس تعطیل شد. بعد به اون موقع به ما گفتن این اسلامیک گاورمنت، everybody should learn Arabic languages much better than English language. رفتیم سراغ احلام و سحلام، مرحبا سبک مالله بلخل کیفیت حالت ایشلولیک الموت لسدام هم حتی گفتیم. بس سه ترم هم عربی خوندم، چند تا سوره قرآن هم حفظم. زنده باشی. بعد فرانسه چی؟ آره، کمسی کمسا مخصی با کم اگزکتو ما بی. برای اونا که بعد ارمنی رو آسیری رو من دقیقا یاد گرفتم که به گویش و به زبان خودشون سلام و روز بخیر رو قابل ندارم، دوست دارم. ایمانوم ایمانوم شاد چه مانومی که چه مانوم کفت لا بشاد لا بشاد مرسی باری کشن رو شبا باری کشن رو دارم برای سید. مثلا قدیما میرسیدیم میگفتن چقدر میشد، میگفت داستنه این گران ارگو تومن، بعد شد این تومن، داستنه تومن، کستان تومن، الان میگم هزار تومن بده بعد بیا بالا، حداقل هزار تومنه. آسوره اینو صرفا به خاطر انرژی مثبت دادن. عالیه. یا آسوره میگه اشله معلق که فوق داخل که فوس بایلا جلد خوش به تبیشون بشه اینا، خدا حفظشون پیشون بشه اینا هست مثلا. مالا آسوره هست. خب محلی ها و اقوام هم همه رو خودم یه کچول یاد گرفتم که هر کسی اهل هر کجا هست به زبان محلی. مثلا از محلی های خودمون گیلان شمی جان قربان تی بلا میستر تی جان قربان اتاته قش کنم ترا من ترا فدا مازن نهار باخردی یا نخوردی داداش؟ آره آره نهار نخوردم ولی صبحونه باخردم. نه 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 آره آره مال مازندران. خب ترکی ترکی که خودت دیدم کتن گل میشم ولی چختن گل میشم. آذربایجان مارلی ام تا به من میگن روستای پیشرفته و اصلاح شده دیگه. لهجم ندارم ولی به گالی و گاز و گوری و گند و گندان که میرسم کلی گوری و قرمز گورگوری گوری من ندارم سخت نه بر منم سخته. گفت حالا گلش آبی باشه نمیشه، میگه نباید بگی گوری گل قرمز. آره تو این مشکل دارم دیگه جناب آقای رسی.
بعد مسافرایی که سوار تاکسیت میشن دیگه پیاده نمیشن که. اکثرا خدا شاهد مسیر رو وقتی که رسیدن میگه آقا دلم نمیخواد اونجا نوشتن دیگه همین اولی نشه بیام یه خانمی به نام سحر رضایی ایشون اصلا باور کن خیال خودکشی داشتن مسافر من میشن ایشون هستن آخر سمت چپی رو خانم سحر این... نه این بری این راستیه سحر رضایی خیال خودکشی داشت بله ببین چی نوشته نوشته که به نام خدای پاییز که هیچ برگ درختی بی دلیل به زمین نمیریخت امروز یکی از بهترین روزهای زندگی من شد از عمق وجودم احساس شادی و سبکی کردم واقعا از خداوند متعال براتون سلامتی و آرامش میخواهم چرا که شما سراپا از حضور و آرامش لبریزید واقعا باعث افتخار برای من بود آشنایی با شما و امیدوارم وجودتان سرشار از آرامش باشد من دوست نداشتم به مقصد برسم سال 96 بله 26 بهمن 96 این دفتریست که پر شده اون جدیده است که به سر گفتی 47 شلد شده الان دیگه من این 48مه اون 49مه بعد آقا کدوم خط کدوم مسیر سوار تاکسی شما بشن مردم اگه خواستن گردشی چرخشی سیار دیگه بستگی به شانسشون داره اینو من نمیگم ولی توی مجله موفقیت نوشته معمولا اونایی که خوش شانسن میتونن مسافر شما بشن خب و هر کم که مسافر شما شده اکثر مسافرای شما انتخاب شده هستن استاد دانشگاه نوشته برام خیلی مصاحبه های جذاب با انواع و اقسام روزنامه ها و مجله ها تلویزیون هم اومده بودین شبکه 3 با سید علی ضیا ویتامین 3 بودن خانم اجازه نمیده میگه دال بر خودنمایی خود ستای میشه نه آقا شما رو ببینن ازتون روحیه و انرژی بگیرن که فوق العاده است جام جم دو بار یه دفعه با سید مرتضی حسینی یه دفعه با حسین رفیعی بودم با آقای سید علی ضیا بودم و با آقای هومن حاج عبداللهی هم بودم تقدیرنامه آراستگی تقدیرنامه مهربانی از جاهای مختلف تقدیرنامه ها و سرتیفیکیت میگن جدیدی ها That's my certification from government Number one in taxi driver Number one in taxi drivers yes, That's so nice sir So you cannot find anybody as like as me in taxi driver Just one بعد توریست هایی که سوار میشن میبینن شما اینجوری مثل بلبل انگلیسی صحبت میکنی؟ خدا شاید مسافر فرانسوی داشتم بردم خونم و مهمونش کردم قبل انقلاب بودی ماجرا نه بگو اینو بفرمایید ایشون دو سه تا هتل بردم اومد بالا گفت very expensive sorry I have no money گفتم no problem never mind take it easy I have cheaper one کجا خونه ما بردم خونمون به خدا قسم با دو تا پسر پیتر و نیکولا شبا خب. میرفتن دوش میگرفتن میومدن تو رخت خواب خانم یه اتاق در اختیارشون گذاشته بودیم دو روز خونه ما بودن بعد وسیلش خونه ما بود بردم گذاشتم رفتن شمال دو روز شمال بودن اومدن یه روز دیگه با خونه ما خونه ما بودن بعد بردم فرودگاه پول در آورد هر کاری کرد نگرفتم گفتی مهمون ما بود گفتم یار ما کس شما مهمون من بودین بعد اصلا مونده بود همینجوری بعد آدرس نوشته داده من حتی از کجا اهل فرانسه بود فرانسه بود خود از نظر مادی مثل اینکه خود خصیص هستن اینجوری که فرانسوی ها اینجوری که شنیدم خیلی خوشحال شده بود اقتصادی بعد آدرس داد که شما اومدین فرانسه مهمون ما هستین ما از این کار رو نمی کنیم ولی شما مهمون ما هستین فرانسه یا یه آقایی رو به نام توی روزنامه هم نوشته که عکسای ما رو اینجا انداخت و رفت هلند خب نامه هم داد که هر کی بگه ایران بده میگم خودت بده من دوستیابی رو و مهربونی رو از دهباشی یک راننده تاکسی یاد گرفتم پس بنابراین هیچ کی نمیتونه بگه ایران بده خدای شاهد هستم منو میدید اصلا نمیره بغل میکرد یا جدیدن از توریستا فرانسوی دو تا خانم سوار کرده بودن فیلم برداری کرده و یه گفت خودکار در آورد به من فرانسوی هدیه داد و بعد گفت اگه من انگلیسی صحبت میکردم چون فرانسه هم زیاد خوب نیست ولی انگلیسی رو خوب میتونم صحبت کنم فیلم برداری کرد با خودش برد فرانسه این خیلی عالیه که یه لحظه روان من به هم ریخت الان بهتون میگم چرا بذار بگم دیگه هواپیمای سقوط کرده باری بوده و از فرودگاه پیام کرج پرواز کرده بود هواپیمای سقوط کرده در صفادشت باری بوده یه هواپیما سقوط کرده هواپیمای باری آقای جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری میان روی خطمون ببینیم چی بوده ماجرا عجب امیدوارم که یعنی چه امیدوارم سقوط کرد حالا بعد از آگهی ها با سازمان هواپیمای کشوری سعی میکنم تماس بگیریم که ببینیم ماجرا چی بوده حالا یه لحظه ولش کنم خیلی به من افتخار دادین خیلی کیف کردم اینکه باعث میشین توریستا
خاطر خوب از ایران ببرن، هموطنهام داخل تاکسیتون خوشحال بشن، با این شکلات ها کامشون شیرین بشه. ببخشید این یه دقیقه آخری یه ذره درگیری ماجرا شدم به هم ریختم. به من افتخار دادین شما همسر محترم، خدا حفظتون بکنه، خیلی به ما امروز انرژی دادین. برای آقای دهباشی نمیخوایی دست خیلی مرتب بزنید؟ قربونتون برم عزیزی، برای ما خیلی متشکرم، سلامت باشین. آیایامون شما ببینین، من استاد دانشگاه تاکسی که خیلی اتفاقا توش درسه، بدرقش میکنم و بعد بیام خدمتتون. من اینو از همه بچه ها، نه از همه بچه ها تجربه کنیم، هم برای همه بگیریم. باشه، چشم چشم، بریم با هم دیگه تعارف بکنیم.